بیننده دیگر من از جمهوری اسلامی ایران به نمبر مثبت 98 933 نمبر آخر 272 ایشان سوال کردن که ما شنیدیم که اگر در سر نماز کسی کودکی را بغل کنه نمازش باطل نمیکنه مورد بطور نمازش نمیشه آیا مطلب صحت داره یعنی خدمتتون عرض کنم که این بیننده عزیز و بینندگان دیگه هم ممکنه این سوال برشان باشه این مطلب را هم حضرت آیت الله سیستانی در او جایی که به اصطلاح او چیزایی که منافی با نماز خواندن یعنی صورت نماز خواندن به هم میزنه مثل خندیدن و خوردن و آشامیدن و به هوا پریدن و جاهای دیگه در اونجا چی میکنه مطرح میکنه که ما ایران برای از بیننده عزیز میخوانیم تا ان که قضیه برش کاملا چی شوه روشن شوه این مطلب را حضرت آیت الله لازما سیستانی در مبتلات نماز چند چیز نماز باطل میکنه از جمله مثلا گفتیم که خندیدن گریه کردن برای دنیا آمین گفتن دست روی دست گذاشتن مثل برادران اهل سنت از نظر ما اینا کلیگی به اصطلاح باطل مبتلست. کننده نماز یا مثلا از قبله برگشتن طرف از قبله و سخن گفتن تکلم کردن در مبتل یعنی باطل کننده نهم این قضیه را ذکر میکنه در مسئله 1390 یعنی 1390 نوم. در این مسئله میگه کاری که صورت نماز را به هم بزند مثل به هوا پریدن شخصی به هوا می و مانند آز. نماز را باطل میکنه فرق هم نمیکنه که عمدی باشه یا از روی فراموشی باشه یا یکی می یکی جوالدوزی به بنده خدا مثلا در بدنش زد و ای به هوا پرید این پریدن به هوا دیگه صورت نماز را از بین در ادامهش که مسئله 1391 باشه با سوال از این بیننده ما پاسخ داده شده گفته اشاره کردن با دست دیدین بعضا ما در نماز هستیم اشاره میکنیم به طرف در که مثلا برو در باز یا خدمت تان از زدن دست بر روی پای یا دست دیگه دیدین وقتی شیشته هستیم ما خواهیم توجه رو جلب کنیم به سر زانی خود میزنیم یا مثلا دست رو به هم میزنیم برای فهماندن چیزی میخوایم یک چیزی رو به کسی بفهمونیم به دیگری برداشتن چیزی از روی زمین در حال خواندن نماز هستیم قرآن بسیار میتر به حالت خوبش نه حالت توهین آمیز روی زمین است همیشه انسان قرآن هم میگیره یا کتاب دعاست اینجا بغل کردن کودک مادر در حال خواندن نماز بچش یک ساله دو ساله کمتر یا بیشتر گریان میکنه سر و صدا و وایلا و داد و فریاد رو انداخته خب به خاطر اینکه که به اصطلاح آرام شده م... 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 یک کار میکنه و میشینه و اشتک بغل میکنه مم. کشتن حشره موزی او حشره موزی و حشره ای که اذیت کننده است مم. و ضرر میزنه شما, شما نماز بخونید عقرب تیر میشه از پیش شما بچه‌مو طرف هم ممکنه عقرب مم. به بچه آسیب بزنه یا کدام مار یک چیزی هست ای و به کم راه رفتن به طوری که مثلا مورد تاقچه است و شما فعلا مور نداری مم. یا بچه مورتان برد برده گپ شد شما میری و ای مور بر میگردانی میاری ای با چهار شرط ای کارایی که ما میگیم نمی بله. چند کاری که گفتیم با چهار شرط نماز باطل نمیکنه اول صورت نماز به هم نخورد دیگه مم. مثلا شما دو قدم برداری بودی مثلا مور بگیری نه که مثلا نزی سر خانه تا او سر خانه را برای خوی صورت نماز چی میزنه؟ به هم میزنه از قبله انسان منحرف نشوه یعنی در همو جهت قبله ای کار انجام شد مثلا پشت سر مم. 180 درجه برگرده 90 درجه انسان برگرده کار را انجام بده خوی از قبله منحرف میشه این نماز باطل میکنه در حال حرکت قرائت و ذکر های نماز نگه یعنی ما که استاد استم مشغول تلاوت سوره حمد یا دیگر سوره استم اگر میخواهیم که مهر بردارم یا بچه از زمین بردارم بغل کنم باید ساکت شوم کار خودم که انجام دادم بچه رو بغل کدم یا مور از تاخچه گرفتم ادامه ام. قراعت باید چی بیتم انجام بدم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در حالت رفتن یا در حالت برگشتن اگر انجام شود قراعتش اه. نماز چی میکنه؟ باطل میکنه باطل. و چرا موالات نماز به هم نخوره یعنی طوری باشه که موالات نماز پشت سر هم دیگر انجام دادن کارای نماز به هم نخوره با این چهار شرط پس انسان میتونه کودک بغل کنه حیوان هم بکشه قرآن هم برداره و مهری را از تاخچه بگیره بله.